مهربونی دنیا رو میبینی؟ چقدر نزدیکتریم؟ امیدوارم. هستیم. نزدیکیم؟ حالا چشاتو ببند، دستاتم باز کن، یه نفس عمیق. حالا چشاتو باز کن، چه دریایی بزرگ میبینی؟ آره دارم میبینم. چه هواییه وای. ماهو نگاه کن، وای نگاه کن، نگاهش کن. چه آتیشیه؟ خیلی خیلی چی؟ خیلی میچسبه. وای چقدر قشنگه. ببین انگار تو مشتمونه، میبینی؟ نه دستاتو درست کن. وای چه ماهیه. وای واقعا ماهه. امید نگاه کن، ابرا رو نکن شکلی از جلوش رد بشه. خیلی خوشگلی. دیدین داره میاد ماه شب 14؟ چطوری حسن آقا؟ حرف نداره. حرف که داره، حرفم که نه، شعر داره. چه جالب. این حسن آقای ما هر وقت که ماه شب 14 میاد بیرون میدونه میاد اینجا یه شعر قشنگ واسه ماه میگه. خب آقا بفرمایین بیاین شعراتونو برای ما بخونی. مهمون نتلویده مزاحمه. شما بفرمایین. کلبه درویشیه. نه خیلی ممنون، مزاحمتون نمیشیم. میدونی چیه؟ از اینجا خیلی بهتر میشه ماهو دید. هنوز روی دریایی؟ توی کشتی؟ هنوزم رو دریام، هنوزم تو کشتی. به چه عالی. پس شما هنوز دو تا ماه دارین. دو تا ماه؟ آره بعد از بند اومدن بارون تو شبا. ببین آرزو، منظور حسن آقا اینه که ما دریایی ها رو کشتی دو تا ماه داریم، یه دونه تو آسمون، یه دونه هم عکسش تو دریا. ای چقدر جالب، اصلا اینطوری بهش فکر نکرده بودم. تازه من یه چیزهایی درباره ما هم نوشتم. اینه هاش، ببرین خونه بخونین. آقا ببخشید، شما فقط درباره ما چیز می‌نویسین؟ نه نه نه، من در مورد هر چیزی که خوب باشه، هر چیزی که قشنگ باشه. ولی ماه واقعا قشنگه. آره فقط حیف که فقط شبا است. خنده بی لب که دیده، مهتاب بی شب که دیده. حتما بخونینش، اینم واسه این که نمک گیرتون کرده باشه. به من سر بزنید. میدونین چی آقا؟ راستش من یه موقعای یه چیزایی مینویسم، شعر، قصه. میخوام یه نویسنده بزرگ بشم. سعی کنین در مورد چیزای خوب بنویسین، مثل ما، مثل منبعهای آب صلواتی که نمیذاره آدم از تشنگی هلاک بشه، مثل نیمکت های بین راه که جون میدن واسه یه خستگی در کردن. اون وقت برام بخون. تا 28 شب دیگه. خداحافظ. این حسن آقا سالهای سال تو همین کوه، تو همین کلبه داره زندگی میکنه. راستش همه جا هست و هیچ جا نیست. مرد نازنینیه. دیگه چه حرفای خوبی میزد؟ حرف خوبم میزنه. فردا رو بگو. عادت میکنی، بهش فکر نکن. نه بابا قرارم رو میگم. امید، به نظر تو نویسنده فردا نوشته هم خوشش میاد؟ اگه چیزای خوبی باشه به قول حسن آقا حتما خوشش میاد دیگه.
نه به قول خودت چی خوشش میاد؟ به قول من این نونه خوششانستره. من دیگه دارم کم کم نگران میشم مادر. خیلی دیر کرده. میدونست پرواز داره دیگه. اینطوری نمیشه. باید بریم دنبالش. کجا؟ من میدونم معمولا تو کدوم کتاب فروشی میرفت. نباید به حرفش گوش میکردم. باید باش میرفتم. پس پرواز چی میشه؟ معلومه تو کجایی؟ من گیرم شده. امید دزدیدم. چی شده مادر؟ همه چی رو دزدیدم برو. اشکال نداره فدای سر. چی رو؟ بالا. نوشتا چی؟ نوشتاتم دزدیدم. خب نوشتامو دزدیدن. شعرامو دزدیدن. جمونم دوباره باید دست به دامن آقای آجرلو بشه. نه آقا ول کن. چرا دیگه؟ بله دزدیدن کیف به بهانه پول و پله و اینا بوده نه شعر و داستان. پس جناب دوست پول و پله رو از تو کیف بر میداره و بقیهش رو میندازه دور. میندازه دور؟ پس بنابراین الان باید بریم محل سرقت چون ممکنه تا الان انداخته باشدش اونجا. خب چرا ایستادیم بریم دیگه؟ به پروازت نمیرسی دیر میشه ها. نه اگه انداخته باشه تو جوب آب چی؟ آخ آخ وای جوب آب. آیا نویسنده باید همه نوشته هاش حفظ باشه دیگه. روزی یه صفحه هم که بنویسی یه سال جبرانه. آخه هیچ کدومش یادم نیست. همه اون شعرها از یادم رفته. تا اگرم بتونم بنویسم محاله به اون خوبی در بیاد. خب شاید تعمدن دزدیده شده اون کیف. تعمدن؟ یعنی چی؟ یعنی به کسی مشکوکی؟ والا شم پلیسی من میگه آرزو خانم انگیزه بیشتر از همه در دزدیدن اون کیف داره و شایدم زینفته. آقا آقا جلوی این چه حرفیه؟ من چیزی میدونم. عروس خانم از سفر آقا داماد ناراحت. بنابراین ترتیبی میدن تا کیف ایشون دزدیده بشه و آدمات نتونه به موقع به پروازش برسه. همین. آقای آجولو. آقای آجولو. چیه خانم؟ توی این خونه شوخی هم نمیشه کرد. پرتو افسر دوم کشتیرانی 27 ساله فرزند مرحوم افشین پرتو کاپیتان سرشناس نیروی دریایی و سرکار خانم فروغ سپهری
امید پرتو دارای سابقه خوب و درخشان، منضبط، مقرراتی، دارای حسن اخلاق، مؤمن، متعهد، ساکن تهران. آدرسشون نیاز دارین کاپتان؟ بله، لطفاً. میخوام بدونم چیز خاص دیگه ای توی پروندهش نیست؟ نه، میتونم بپرسم علت پرسجو چیه کاپیتان؟ هیچی، یه کنجکاوی شخصیه برای شناختن افرادی که تحت امر من هستن. همین. بله، متشکرم. ببین مهتاب، این چشماش، این گوشهاش از همه کم فاصله دار باشه. خب چشماش شبیه چشمای سرقه کیف شده یا نه؟ آقای آجرلو، این چشاش خیلی معصوم شده. خب اگه اینجوری بود که اصلا دزدی نمیکرد. فکر کنم باید یکم خلافتر باشه. اینم خلافتر خوبه. چه میدونم، شاید یکم سخته. آدم فکرش هزار جا میره. خب کافیه دیگه، تموم شد. ببینم. سیستم غافلگیری و شناسایی مفتش آجرلو ردخور نداره. ردخور نداره. شما به جرم سرقت کیف همسرتون بازداشتید آقا. امید، دیدم برای رفتن وقت میکشت. ازت انتظار نداشتم. شما دیگه چرا مادر؟ من که خونه بودم. نه خیر، حق با آقای آجرلوه. انگیزه امید برای این سرقت از همه دزدا بیشتر بوده. چرا زودتر به من نگفتید که سارق همسر شماست؟ آخه آقای آجرلو، مگه میشه؟ من خودم با این دوتا چشمام دیدم، اصلا دزدی این شکلی نبود. نبود؟ پس چرا مشخصات همسرتونو به طراح دادید؟ اصلا شما چرا باید دزدو این شکلی ببینید؟ حتی اگر صاحب نقاشی دزد کیف شما هم نباشه، اما قطعا حرکاتی کرده که در ناخودآگاه شما ثبت شده و به این شکل در آمده. موافقم. خب حالا بشمار سه. ببخشید آقای آجرلو. بشمار سه اعتراف کن. کیفو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ ابینا زشته بابا. شما با شعر و داستانگویی همسرتون مخالفید؟ معلومه نه. خب یه جور دیگه میپرسم، خانم آرزو وقت زیادی رو به شعر و داستان نویسی اختصاص میده؟ بله خیلی. نظر شما چیه درباره ایشون؟ میپسندید؟ بله. با سلیقتون جوره؟ من؟ حوصله‌تون رو سر نمیبره؟ نه، ابداً. خیلی هم خوشم میاد. ساکت! کی از شما سوال کرد؟ شما جواب بدین. چرا؟ راستش بدم نمیاد، ولی به خودشم گفتم یه خورده نوشته‌هاش خامه، مگه نه؟ پس مسئله داری. ایشون از بس سرگرم نوشتن هستن که همیشه غذاهای خام به شما میدن و همین انگیزه شده تا با سرقت نوشته های ایشون توجه ایشون رو به امور خانه و آشپزی جلب کنید و غذاهای خوب بپذید. تو نشد. اصلا اینجا مجلس شادی و سروره، تو این محیط چجوری میشه به کشف حقیقت نائل شد؟ با اجازه. نه آقای آجرلو. نه آقای آجرلو، ببخشید. ولم کن. اینا حواسشون نبوده. آقای آجرلو تو رو خدا، خواهش می‌کنم. آره یه بار دیگه من کار پیدا دارم. نه یه بار دیگه. یه بار دیگه. آقای آجرلو بشینید، خواهش می‌کنم. یه بار دیگه سعی کنید. خواهش می‌کنیم بشینید. خیلی خوب. آره. خیلی خوب بشین. ولم کن دیگه. ولم کن بذارین برم. آها ببخشید.
دوباره سعی کنید خانوما، این بار دقیق تر، لطفاً موقع تمرکز روی چهره سارق از فکر اعضای خانوادتون خارج شید، لطفاً. این یه موضوع کاملاً پلیسی و جدیه. بفرمایید. چشماش ریز بود، افتاده. 12:35 5 دقیقه تأخیر. درسته قربان، فقط 5 دقیقه، ببخشید. همه هستن؟ بله همه اومدن، من فقط فکر میکنم پرتو یه ذره پروازش تأخیر داشته. نه جا مونده. افسر منضبط و وظیفه شناس، پرونده های پرسنلی پر شده از این دروغای مسخره. نه قربان، بار اولشه. آره هر کاری از بار اول شروع میشه. هر حال کشتی تا 5 دقیقه دیگه لنگر میکشه، منتظره کسی نموشه. برو سر کاره. همینه دیگه. آره پس واسه چی داریم زیر آکس میگیریم؟ همینه دیگه. آره با سیستم غافلگیری مفتش آجرلو میگیریمش. بریم آقا، بریم. بریم، خداحافظ. زیاد ناراحت نباشید. بریم. گل دارم، گل خوشبو، گل نرگس. گل دارم، گل خوشبو، گل نرگس. خانوما، آقایون، گل دارم، گل خوشبو، گل نرگس. گل گل خوشبو، گل نرگس. آقای چنده دختر جان؟ دسته 200 تومن آقا، 6 تا دسته بخرید 1000 تومن. خب این که میشه دسته 166 تومن و 6000. چرا گفتی 200 تومن ها؟ اگر بیشتر بخرید خب تخفیفم داره. خیلی خوب، حالا اگه بگی صاحب این عکس کیه، 6% ازت میخرم. مسابقه است؟ آره، جایزه هم داره. به غیر از 6% گل؟ بله، خب بگو جانم، بگو. این؟ نه، نمیشناسمش. دقت کن، شاید دیده باشیش. دقت کن. دقت هم کردم، شبیه هیچ کس نیست. چه قیافه خنده داری. خیلی خوب، اشکال نداره. آدرس من پشت نقاشی نوشته شده، اگه پیداش کردی خبر بده، من بیام جایزت رو بهت بدم. بیا. حیف شد، کاش میشناختمش. مطمئنی خوب نگاهش کن؟ نه نمیشه. آخه خیلی راحت شو رفتی. آها نوشتاش کم رنگ میشن؟ آخه چشمتون کم میشه. متشکرم از همدردیتون. ببخشید آقا.
اگه البته از سوی چشتون چیزی کم نمیشه، صاحب این عکسو میشناسین؟ سامی این عکسو میگی؟ بله میشناسین؟ البته که نمیشه سامی. رضا عطاران نیست؟ چی عطاران؟ رضا عطاران پسر اون افشه لوسه. دور مخفیه؟ فکر کنم که دور مخفیه. آبا گفتم بیا همون مغازه بغلی بگیرسیم. این جشنومه. خیلی هم خوبه. آقا شما اینو نهیدی؟ نه اصلا؟ نرسی ببخشید قربان اینو نهیدی جای شما؟ آقا ببخشید شما اینو نهیدی جایی؟ نه اصلا لحظه آره نه آقا زود باشیه سلام منم دیدین گفتم نیمکتای بین راه برای خستگی در کردن چقدر راحتن ناراحتی؟ بله هرچی شعر و داستان داشتم ازم دزدیدن قوی باشین خب بازم بنویسین نمیتونم خیلی برای اون نوشته ها زحمت کشیده بودم شعر اگه تو دل آدم باشه هیچ وقت گم نمیشه آخه خیلی براشون زحمت کشیده بودم کلی بهشون تغییر داده بودم میخواستم بدم یه استاد بخونه شاید دیگه تا آخر عمرم نتونم این اونا رو بنویسم اما باید برای چیزای خوب نوش نه برای استادا چیزای خوب همیشه هستن مثل حوض آب تو شبای مهتابی وقتی دو تا ماه دیده میشه بعضی وقتا زمانی که میرم کوه نوشته هامو ولشون میکنم توی باد تا باد ببرتشون اون بالا بالای بالای بالا عمو تقی میگه خدا برای خوندن شعرهای من بهترین استاده ممنونشم فقط آدم باید وقتی که چشمهاشو میبنده همه جا رو مهتابی ببینه همه جا رو رویاهای مهتابی آره خدا رو شکر رویاهای مهتابی چقدر قشنگه خب من دیگه باید برم خستگیم در رفت به همسرتون سلام برسونی شما هم ناراحت نباشید. من میدونم که دلتون پر از شعره. خدا حافظ. و هنگامی که شعرم رو برایش خواندم لرزید. سر خورد. پایین آمد و جلوی پای من روی زمین افتاد زیبا بود نزدیک بود تازه فهمیدم که ماه چقدر قشنگه واسه همینه که شبهای مهتابی و صاف رو بعد از بارون دوست دارم من روزهای کوچک آب
میاد یه ذره دیر کرد گفت به موقع میام فقط امیدوارم کاپیتان صداش در نیاد بچه من رفتم بالا شما خدا حافظ بریم قرار بود بیاد گفتم که با سواری میام از پروازم جا موندم ببین خدا به دادت برسه نمیدونی این کاپیتان مهراب چقدر سختگیره میدونم اما اون حتما شرایط من درک میکنه درک میکنه؟ از وقتی اومده یه راست تا سراغ تو رو میگیره و مثل دریا متلاطم و طوفانیه چاره ای نداشتم نوشته های آرزو رو دزدیده بودم خیلی واسه شون زحمت کشته بود خب منم نمیتونستم تو اون شرایط تنهاش بذارم باید پیشش میموندم ببین اینا رو به کاپیتان نگی یا اصلا از این حرفا سرش نمیشه فکر نمیکنم از چرا شایلی هم خوشش بیاد اهل خانواده‌ام که نیست قطعا نمیاد که نمیاد مهم اینه که قبل از حرکت کشتی من بندر باشم همین ببین من اگه جای تو بودم سعی میکنم یه بهانه بهتری پیدا کنم چه میدونم مثلا مریضی مادر رو از این صحبتا ببین سینا جان تو که میدونی من نمیتونم دروغ بگم حتی اگه به خاطر گفتن واقعیت پرتم کنه تو دریا پس خدا به دادت برسه خیلی تو همه ببین از دیروز که تو بندر دیدمش اخلاقش خیلی بدتر شده من جای تو بودم زودتر می اومدم خداحافظ خداحافظ امید با کی حرف می زدی؟ سینا بود مادر نگران اومدنم شده بود کاپیتان اعتراضی کرده؟ مثل اینکه یه چیزایی گفته در موردم پرسجو کرده راستش این کاپیتان مهراب یه آدم مرموز و توداریه شب عروسیاتون میاد یهو اومد یهو غیبش زد آدم قابل اعتمادی نیست بهش نزدیک نشو مگه شما میشناسینش؟ گمونم دوست پرتو پدرت بود مال خیلی سال پیشه دوران جوونی دوست پدرم خب چرا تا حالا چیزی نگفتید این که خیلی خوبه مادر نه قابل اعتماد نیست حالا دیگه برو بهانه‌ام به دستش نده چشم مواظب خودت باش چشم خداحافظ خداحافظ پدر سخده ها به چنگم بیفتیم بازش کنی آرزو خانم نه شاید کم و زیاد شده باشه مهم نیست نه به اون حال روز صبح نه به این بیخیالیت نه واقعا اینطوره نیست میدونی صبح وقتی این اتفاق افتاد خیلی برام ناراحت کننده بود خیلی ناراحت شدم ولی عصری اتفاقی افتاد که همه چیز عوض شد چه اتفاقی؟ شما میدونی شبا روی دریا دوتا ماه داریم؟
دو تا ماه؟ آره. به این گوش کنی. و هنگامی که شعرم را برایش خواندم، ماه لرزید، سر خورد، اومد پایین و جلوی پای من روی زمین افتاد. خوشبختانه نوشته های آرزو پیدا شد. گمونم سحر و جذبه کلمات آرزو سارق و پشیمون کرد. ولی حالا آرزو به شعر و ادبیات با یه ذهنیت دیگه نگاه میکنه. شعرها حفظ کردنی نیستن، مثل خوبی ها، همیشه با آدم هم. اینو از حسن یاد گرفتم. ای پدر، اما همین ماجرا باعث شد که کاپیتان خیلی از دیر رسیدن من دلخور بشه. حسن اخلاقش عوض شده، یه جور دیگه نگاه میکنه. میگن از دوستای قدیم شما بوده. مادرم خیلی دوست نداره که من به کاپیتان نزدیک بشم. نمیدونم حق با کیه، اما من شاید حقمه که تنبیه بشم. سلام آقای پرتو. ببین سینا، اگه یکی از افسرهای پدرم به خاطر گم شدن نامه‌های همسرش اگه یه خورده تأخیر میکرد، به نظر تو پدرم تنبیهش میکرد؟ من فکر میکنم 100% باهاش برخورد میکرد، چون بالاخره خودت که میدونی کاپیتان مسئولیت مهمی داره، نمیتونه در برابر بی‌انضباطی پرسنلش بی‌تفاوت باشه. یعنی حتی عذرخواهیش هم نمیپذیرفت؟ اول باید مطمئن بشی که بقیه سوء استفاده نمیکنن و این اشتباه دیگه تکرار نمیشه. البته انگیزه های شخصی هم مهمه. ببین ما الان 14 ساعت تو کشتی هستیم. 14 ساعت از اون دعوای اولمون گذشته. حتی نخواسته با من صحبت کنه. به من گفته مثل یه مسافر معمولی میتونم تو کشتی باشم. یعنی چی؟ عجله نکن. الان خیلی عصبانیه. بالاخره با طرف میزنه. اون بیش از حد عصبانیه. میخواد به من ثابت کنه که هیچ احتیاجی به من نداره. امید، به همه احتیاج داره. خودت هم میدونی. اخلاقش همین جوریه. میدونی که اهل توضیح دادن هم نیست. تو گفتی تو ساحل با یه مردی یه دست ملاقات کرد، نه؟ بله. راجع به زندگی من پرسجو میکرد، داره؟ بله آقا جون، بله. راستش مادرم میگفت کاپیتان مهراب و دوستای قدیمی پدرم بود. خیلی سالها پیش. میگفت آدم خطرناکیه. خیلی هم اصرار داشت که من اصلا باش معاشرت نکنم. چرا؟ من فکر میکنم مادرت به این فکر میکنه که شاید اونا با هم یه سری مشکلات داشتن، بعد اون وقت اون الان بخواد اینا رو سر تو تلافی بکنه، به خاطر همین نگرانه. ممکنه. تا کی میخواد طولش بده؟ نمیدونم، شاید تا فردا. اگه بیشتر شد چی؟ خب بابا جون پاشو برو باش حرف بزن، بگو اینه 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 اینه، شاید حل بشه. یعنی میگی به دست باش بیفتم؟ همچین آدمی به نظر نمیاد، ولی من فکر میکنم اگر بفهمه تو هم ناراحتی یه ذره فرق بکنم. امید، فقط تو رو خدا شلوغش نکن. ببین اون آدمی که من دیدم اصلا ناراحتی من براش مهم نیست. اون فقط دوست داره به زمین و زمون قسم بخوره که کاپیتانی برازنده ای توه. ببین اون داره من از چیزهایی که عاشقشون هم محروم میکنه. من عاشق دریام. هممون عاشق دریاییم، هممون دوستش داریم، جزئی از زندگیمون شده با تمامی مشکلاتش. به خاطر همین هم هست که مجبوریم به خاطرش باج بدیم. اما دریایی شدن یه چیز دیگه است. یه جور سوپاپ اطمینان غروره. امید، هر کاری میکنی فقط تو رو خدا زیاد شلوغش نکن. آدم لجبازیه، اینجا هم دریاست، یادت نره. دویست سال پیش یک ضربه شلاق نواخته می شد و کارها صورت می گرفت. از 100 سال پیش شلاق جای خودش رو به سکه داد. ظاهراً سکه دلچسب‌تر بود، اما ظاهراً باز هم بعضی کارها انجام نمی شد. اما حالا در این زمان ما در دوره ارتباطات هستیم. چشم الکترونیک، تبلیغات. نه از سکه خبریه و نه از شلاق.
برای یک مایه توالت شور صد جور تبلیغات خوشگل درست میکنند. حتی یه دلفین زبون بسته رو سفید رنگش میزنن و وادارش میکنن که برقصه. میبینید؟ نزده که خبریه؟ نزد شلاق ضربات لطیفتر شدن اما تأثیرشون صدها برابر بیشتر و عجیب اینه که همون تأثیری رو میذارن که اونها میخوان. آدم ها و خواسته هاشون عوض نشدن، فقط ضرباته که لطیفتر، بیشتر و متفاوتتر شده. تو کتاب میخونی؟ فرصتش نیست قربان. بیرحمانه ترین قضاوتی که در مورد مطالعه شنیدم. میبینید؟ تنبیه کاملا دموده نشده. بله قربان، متوجه شدم. اگر کمی اهل مطالعه بودی اینقدر از این لفظ باستانی استفاده نمی کردی. بله قربان. چشم قربان، سعی میکنم از این به بعد برای مطالعه وقت بذارم. آره بهتره فقط سعی کنی. یک نکته دیگه، تکنولوژی میتونه جای هر کس و هر چیزی رو بگیره. تو چیزی میخواستی بگی؟ نه قربان. اینقدر به من نگو بله قربان. چشم قربان. میبینید خیلی زودتر از اونچه که فکر میکردم ناامیدم کردیم. حتما کاراتم انجام ندادی. میخواستم بگم که با نظرت جرأت، جسارت، تصمیم گیری. در یک لحظه تصمیم بگیری عمل بکنی. لحظه ای که اگر از دست دادی دادی. به کارت برس. فقط بی خیال باش. همین. مگه میشه؟ ولی عجب استدلالی کرده ها. کلمه باستانی. بابا استدلال کدوم؟ همش تظاهره. تظاهر به باسواد بودن. حب بابا. همچین بی سوادی بی سوادم نیست. بس بفرمایید با استدلال ایشون بنده الان دارم تشویق میشم به جای اینکه تنبیه بشم. درسته؟ ولی من جای تو باشم میام چند تا از اینا میندازم غم و غصه‌ام یادم میاد. حوصله ندارم. پاشو. پاشو یه چند تا بده میخوام ببرم دوباره ازت. آقا فکر کن شما بردی. راحت طلب شدی. نازک نارنجی. مسافرت زیادی بهت ساخته. تو اولین بندر پیاده میشم میرم. واسه همیشه. چی؟ همینطوری پیش بره جای ما یه ربات میاره. من که روک و راست بهش گفتم جناب کاپیتان من اهل کتاب نیستم، فلسفه‌ام نمیدونم، فرق بین تنبیه باستانی و تنبیه مدرن هم نمیدونم. به درد کارتون بخورم بسم الله نمیخورم. همین فردا تو اولین بندر به همراه بقیه معترضین از این کشتی پیاده میشم. مثل که ادویه های آشپزه خیلی تون بوده که خیلی جسورت کرده. آقا قومت برم افسر چهارم، چه تو فرق تبلیغات و شلاق و هنوز نمیدونی؟ عجب لجباز سختگیره یک کاپتان بهرا. میگن 23 ساله که پا نذاشته تو ایران. شانس ما رو ببینا، بعد از 23 سال فیلش یاد هندسون کرده، اون هم باید بخوره به پست ما. هم قطب شما رفته هم قطب جنوب. میگن حتی کاپتان یک کشتی تحقیقاتی هلندی هم بوده. میدونی چند ماه با اسکیمو زندگی کرده؟ نزدیک یک سال با اسکیمو زندگی کرده. یه جورایی هم شبیه خرس قطبیه. یا نه پنگوئن. <تص->
میشه به من نشون بدی که ابهت خرس قطبی چجوریه؟ یه موجود ارزشمند، قابل احترام، بزرگ، سفید، پرجذبه. باهاشون نشست و برخواستم داشتی؟ ببینم تو ایتالیا رفتی؟ بله بله، چند سفری رفتم. خوبه، اگه این دفعه ایتالیا رفتی یه سری به سیرکاشون بزن. سیرکای معروفی دارن، به خصوص تو قسمت میمونا. میمونای خیلی بامزه ای دارن. من نه سیرک دوست دارم نه از میمون خوشم میاد، ولی تو هر وقت از دریا خسته شدی میتونی بری تو این سیرکا و شغل درست حسابی دست و پا کنی. بعد چشم. باربیکیو تعطیل. لعنت، چه به اولین بندر میرسی؟ و تازه فهمیدم که هدف از نوشتن چیه. نوشته ی هر کسی میتونه نمونه بارزی از شخصیت خود او باشه. نوشتن مکانیکی با نوشتن از روی شناخت و احساس و درک عمیق دنیا، زمین تا آسمون فاصله داره. مطمئنم که تو هم از نوشته های حسن خوشت میاد. هنوزم متاسفم که به خاطر من از پروازت جا موندی. در انتظارت آرزو. نمیخوای رو نوشتهات کار کنی؟ باشه. چرا مادر؟ ولی نمیدونم چرا دلم واسه امید شور میزنه. برای همین اصلا دست و دلم به کار کردن نمیره. امید یاد گرفته توی این سالها چطوری با سختی ها و مشکلات کنار بیاد. بعد یادت نره که اون یه دریاییه. برای حل تمام مشکلات و سختی ها یه راه حل دریایی وجود داره. ممنون مادر. ببین ایمیل دادن یا نه دیر رسیدن من شدن. از تغییر رفتار کاپیتان با خودت که چیزی بهشون نگفتی؟ نه، ولی باید اعتراف کنم که حق با مادرم بوده. کاپیتان خیلی خطرناکه. ببین تو چرا نمیخوای قبول بکنی که با این حرفات اونا رو فقط نگران ناراحت میکنی؟ همین. چی بهشون بگم؟ دروغ؟ نه خیر آقا جون، نگفتن دروغ گفتن نیست. اینو بفهم، میتونی به یه سفر بسیار بسیار خوب داریم، هیچ اتفاق عجیب غریبی هم نیفتاده. فقط غذاها تکراری. آره یواش یواش من فکر میکنم بعضی وقتا به تسویده میشه. آها، این که عاطل و باطل شدن. نه خیر، از این جهت بقیه به تسویدشون میشه. بذار تسویدشون میشه. ولی تا کی میخواد طولش بده؟ نمیدونم. خیلی نگران نباش، درست میشه. یواش یواش فکر نکن. میبینم سر پستم. بله. الو، سلام. امیدم. سلام امید، خوبی؟ مادر بیا نامیده. چطوری؟ آرزو، من فردا شب میام خونه. یعنی چی؟ کشتیتون هنوز رو نیفتاده؟ چرا؟ ما الان رو آبیم. ولی فردا تو اولین بندر پیاده میشم و با اولین پرواز میرسونم خودمو به خونه. چی شده؟ سلام مادر. نه، فقط دلم نمیخواد این سفر رو ادامه بدم. چرا؟ چی شده؟ مادر، باور کنید هیچی نشده. دلم برای شما تنگ شده. همین. یه اتفاقی افتاده. بگو چی شده. مادر جان، من به درد این سفر نمیخورم. من آدمش نیستم. چرا یه مرتبه به این نتیجه رسیدی؟ دریای دیگه پیش میاد. چی بهت گفتن؟ به هم یادآوری کردن که بودن با نبودنم یکیه. کاپیتانتون؟ نمیدونم، به خاطر یه تأخیر کوچیک یه دفعه اخلاقش عوض شد، اصلا یه آدم دیگه ای شد. نمیدونم چرا با هم چپ افتاده. من که بهت گفته بودم آدم قابل اعتمادی نیست، خودخواهه. ولی تو یه جوری تحمل کن تا این مأموریت تموم بشه. مادر، کاش که به هم یاد داده بودی که
بتونم توهین آدم ها رو تحمل کنم. اونو دیگه زندگی و تجربه یادت میده. ما در دریایی بودن کدومشونه؟ تحمل کردن یا جواب دادن؟ هر کدومش که بتونه وجود حقیقی تو رو ثابت کنه. فراموش نکن دریا، کشتی، سفر همش یه بهانه است برای جلوتر رفتن. فراموش نکن که چه آرزوهای بزرگی داشتی. اجازه نده این آرزوهای بزرگ با رفتار آدمهای کوچک فراموش بشه. مادر واقعا از شما متشکرم. به آرزو بگین امید دوست داره هنوز دریایی باشه، اونم یه دریایی واقعی. میدونستم که بالاخره یه تصمیم دریایی میگیری. خداحافظ بذارم. به نظر من فقط ناراحتشون کردی. همین. از غذا من جوابم گرفتم. ببین من باید خودمو ثابت کنم. این راه حلشه. ببین راه حل ثابت کردن خود پیاده شدن تو اولین بندر نیست. چرا؟ ولی قبلش باید برم با کاپیتان خودخواهتون صحبت کنم، علت تغییر رفتارشو بپرسم، بعد تو اولین بندر پیاده میشم. کار منم تو انجام بده. خداحافظ. ببین اینجا دریاست، توهین به کاپیتان مجازات سنگین داره آقای پرتو، آقای مقررات. من گفتم خودمو ثابت کنم، نه اینکه توهین کنم. من ترجیح میدم کاراتو بکنی عوض این همه حرف. حتما یه اشتباهی کرده، کاپیتانم خواسته تنبیهش کنه. همش به خاطر اشتباه من بود. اگه نوشته هم گم نشده بودن الان اونم از پرواز جا نمونده بود. او خودش بهتر میدونه چی کار باید بکنه. نگران نباش. آخه تا حالا همچین موقعیتی براش پیش نیومده بود. میگم بهنام راست میگه. یه زنگ بزنیم بهش، بلکه بتونیم آرومش کنیم. دختر خوب. اون خودش هیچ وقت کار نسنجیده ای انجام نمیده. میدونین اگه کشتی رو ترک کنه و ماموریتشو نیمه کارو بذاره بهش میگن متمرد. متمرد؟ بله، اخراجش میکنن. وای! برای همیشه. آره؟ آره بیچاره شدی رفت. بهنام این عوض دلداری دادنته؟ راست میگم دیگه، بدبینی درس اول استاد آجرلوه. امید پسر معقولیه. اگر اشتباهی کرده باشه میپذیره. اگرم مطمئن بشه که خطایی نکرده در رفع سوء تفاهمش کوشش میکنه. خیالت راحت باشه. همین. حالا اصلا اینقدر نگرانی برای یه تأخیر زیادی نیست؟ بابا یکم هم فکر این قارچای بی‌نوای من باشین که بیچارا سرشون درد گرفته از این همه سر صدا شما. افسرده شدن همه جیغ جیغ. بهنام! سلام کاپیتان. یه بار فکس داریم. متشکرم. میرم